منابع رسانه‌ای از اعزام 3000 نظامی آمریکایی به افغانستان برای استقرار در شهر کابل پایتخت این کشور با هدف کمک به تخلیه پرسنل سفارت آمریکا خبر دادند. این نیروها طی 24 تا 48 ساعت آینده در شهر کابل مستقر خواهند شد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا مدعی شد که استقرار این نیروها موقت خواهد بود و آمریکا قصد دخالت دوباره در جنگ افغانستان را ندارد. سفارت آمریکا در کابل پیش از این در پی پیشروی‌های سنی‌های تندروی طالبان در افغانستان خواستار ترک فوری خاک این کشور توسط اتباع آمریکایی شده بود. هم‌اکنون 650 نظامی آمریکایی در خاک افغانستان مستقر هستند و قرار است که آمریکا بر اساس توافق با عناصر طالبان تا پایان ماه میلادی جاری به حضور نظامی خود در افغانستان پایان بدهد. در خبری دیگر، آلمان و هلند اعلام کردند که اخراج مهاجران افغانستانی را متوقف کردند. آنکی کنون، وزیر دادگستری هلند با اعلام این خبر افزود: اوضاع افغانستان در حال تغییر است و شرایط پیش رو آنچنان مبهم است که من تصمیم گرفتم فرمان اخراج پناهجویان افغان را برای 6 ماه به تأخیر بیندازم. کانادا نیز اعلام کرده که 20000 پناهنده از افغانستان را میپذیرد.